بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 8 آگست سال 2023 میلادی برابر است با 17 آمرداد سال 1402 خورشیدی. همدوام با 17 آمرداد که در ایران به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده، اکبر منتجبی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از 100 خبرنگار در یک سال گذشته به روزنامه هم‌میهن گفت دوران سیاه روزنامه‌نگاری تمام نشده و یک دستسازی سیستم بیشترین فشار و تمرکزش روی بازداشت، حذف و طرد روزنامه‌نگاران است. به تأکید که از زمانی که سرعت اتفاقات سیاسی تند می‌شود، معمولاً از یک مکانیزم نخنمای بازداشت چند روزنامه‌نگار استفاده می‌کنند تا با آن پیام ترس را به جامعه رسانه‌ای بدهند، در حالی که اکنون این وضعیت از دست خارج شده و دیگر قابل کنترل نیست. روزنامه شرق هم در مطلع پرونده‌ای با عنوان اندوه آفتاب 17 به ماجرای عکس دو نفره معروف الهه محمدی و نیلوفر حامدی و فهرست روزنامه‌نگاران بازداشتی در روزی پرداخت که از سوی حکومت به نام روز خبرنگار ثبت شده است. شرق یادآوری کرد که امروز درست یک سال بعد از آن روز خبرنگار، نیلوفر حامدی و الهه محمدی وارد 11 ماه بازداشت موقت خود شدند و خانواده این دو و همکاران روزنامه‌نگارشان منتظر انشای رأی هستند. روزنامه هم‌میهن نیز پرونده ای را که تیتر اصلی آن خبرنگاران تنها تر از همیشه است، با عکس نیلوفر حامدی و الهه محمدی روی صفحه اصلی خود آورد و از روزنامه‌نگاران زندانی یاد کرد. در حالی که نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگار رسانه‌های داخلی از حدود یک سال قبل به اتهام پوشش خبری کشته شدند و به خاکسپاری مهسا امینی همچنان در زندان هستند و نازیلا معروفیان هم دوباره بازداشت شده، روز دوشنبه 16 مرداد ابراهیم رئیسی و تنی چند از وزیرانش به صدا و سیما رفته و از خبرنگاران این نهاد حکومتی تقدیر و تشکر کرد. از سوی دیگر در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی و یک روز پیش از روز خبرنگار، سخنگوی سپاه پاسداران رسانه‌های کشور را به طور غیر مستقیم تهدید کرد که پازل دشمن را تکمیل نکنند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی به دنبال لغو جلسه نخست دادگاه سپیده قلیان در رابطه با شکایت آمن سادات ذبیح‌پور، بازجو خبرنگار شاغل دست صدا و سیما این دادگاه را به صورت غیر علنی برگزار کردند. امیر رئیسیان وکیل سپیده قلیان روز دوشنبه در گفتگو با شبکه شرق اعلام کرد که این دادگاه یک شنبه 15 مرداد در شعبه 1207 دادگاه کیفری 2 مجتمع کچوری به شکل غیرعلنی برگزار شده و خبری هم از امکانات آموزشی مجازی و پخش آنلاین نبوده است. این دومین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده است. رئیسیان در گفتگوی خود تایید کرده که آمن سادات ذبیح‌پور در جلسه بعدی حتما حاضر خواهد شد. سپیده قلیان در این پرونده از سوی آمن سادات ذبیح‌پور به تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی متهم شده است. یک هفته بعد از دستگیری شاکر بوری، اداره اطلاعات آبادان از خانواده این طنز پرداز خواست که با پیگیری ماجرا از فرماندهی انتظامی اعلام مفقودی کنند. مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان به نقل از منابع خود درباره آخرین خبرها از وضعیت شاکر بوری، طنزپرداز آبادانی نوشت که مراجعه خانواده او به اداره اطلاعات آبادان برای یافتن نشانی از فرزندشان باز هم بی‌نتیجه مانده است. شاکر بوری روز سه‌شنبه در صحت و سلامت کامل وارد ساختمان اداره اطلاعات آبادان شده و بعد از آن دیگر خبری از او در دست نیست. دادبان در ادامه خبر داد که اداره اطلاعات آبادان از خانواده بوری خواسته که ماجرا را از طریق نیروی انتظامی پیگیری و مفقودی او را اعلام کنند. از سوی دیگر جمعی از هنرمندان تئاتر هم در بیانیه‌ای درباره تداوم بیخبری 2 ماهه از مهدی اعتماد سعید، هنرمند بازداشت شده، ابراز نگرانی کردند. در این نامه اشاره شده که همسر و کودک 2 ساله مهدی اعتماد سعید به نام افرا بیش از 2 ماه است که از وضعیت او خبری ندارند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گزارش ها درباره استقرار نیروهای حجاب‌بان در متروی تهران را تایید کرد و خواهان حضور پلیس برای مقابله با زنان مخالف حجاب اجباری شد. در روزهای گذشته روزنامه اینترنتی فراز از برنامه شهرداری تهران برای استقرار 400 نیروی حجاب‌بان در متروی تهران خبر داد و گزارش کرده بود که این نیروها ماهیانه 12 میلیون تومان حقوق دریافت خواهند کرد. مهدی چمران روز 17 مرداد در پاسخ به این سوال که نظر شورای شهر تهران در خصوص استفاده شهرداری از نیروهای حجاب‌بان چیست، گفت در این خصوص در شورا نظرخواهی نشده، اما من میگویم تا نیروی انتظامی نباشد گذاشتن این افراد در مترو به نتیجه نمیرسد مگر اینکه نیروی انتظامی هم باشد. همزمان با گزارش‌ها درباره قطع برق در مناطق مختلف ایران از جمله در تهران، کاربران رسانه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی و سر دادن شعارهای ضد حکومتی خبر می‌دهند. بنا به گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها در ایران، در 24 ساعت منتهی به دوشنبه 16 مرداد، برق در برخی مناطق مرکز، غرب، شرق و شمال پایتخت از جمله بلوار فردوس، جنت‌آباد، شهران، پاسداران و هفت تیر به طور مکرر قطع شد. روزنامه شرق دوشنبه در گزارشی با تاکید بر اینکه قطع برق در تهران محدود به چند محله نیست، این پرسش را مطرح کرده که آیا وزارت نیرو جیره‌بندی برق را باز هم شروع کرد؟ برخی فعالان حوزه صنعت پیش از این گفتند که مقامات مسئول با قطع برق شهرک‌های صنعتی موجب ضرر و زیان مشاغل می‌شوند. بر اساس برخی ویدیوهای منتسب به قطع برق تهران، گروهی از شهروندان همزمان با قطع برق پایتخت شعارهایی علیه جمهوری اسلامی از جمله مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر حکومت بچه‌کش سر دادند. جسد یک کولبار 39 ساله به نام آسو کریمی در منطقه مرزی شوشمی شهر نوسود استان کرمانشاه پیدا شده است. گفته می شود که او یکی از چند کولبری بود که پیشتر با تیراندازی مستقیم ماموران جمهوری اسلامی مجروح شده بودند. به گزارش کولبر نیوز، این کولبر ساکن پابه در شامگاه یک شنبه 15 مرداد از ناحیه سر زخمی شد و جسدش بعد از نزدیک به 19 ساعت پیدا شد و 9 کولبر دیگر هم به شدت زخمی شدند. هویت 6 تن از این کولبران زخمی با اسامی احسان رسولی اهل پابه، سلام بیسی، میلاد بازانی، نیما اعظمی و هوشیار بازانی اهل جوانرود و فرشاد با نام خانوادگی نامشخص اهل ثلاث باباجانی منتشر شده است. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاه، جمعی از فعالان مدنی و کولبران در پابه اعلام کردند که ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه 17 مرداد به نشانه اعتراض به کشتار کولبران به دست ماموران جمهوری اسلامی مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد. رنگ رشوان در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمند و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونا روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866 909001
پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. دادگاه انقلاب تهران هستی امیری و ضیاء نبوی فعالان دانشجویی را به جرم اعتراض به مسموم سازی دانش آموزان دختر هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. کانال تلگرام دانشجویان متحد روز سه‌شنبه 17 مرداد با اعلام این خبر نوشت که این حکم بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برای هستی امیری و ضیاء نبوی صادر شده است. پرونده سازی برای این دو فعال دانشجویی به دنبال تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان مدارس دخترانه در 16 اسفند ماه سال 1401 انجام شد. با اعلام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، دیدار تیم‌های پرسپولیس و آلومینیوم به عنوان بازی افتتاحیه لیگ برتر در فصل 23 بوم فردا چهارشنبه بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال دلیل بدون تماشاگر شدن این دیدار را اعلام نکردند، اما رسانه‌های ایران از برخی دلایل از جمله صادر نشدن مجوز حضور زنان برای حضور در ورزشگاه آزادی به عنوان دلیل این تصمیم خبر دادند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته با هشتگ‌های کردستان در آتش و سیو کردستان نیچر به آتش سوزی در جنگل‌های مریوان و عملکرد ضعیف نهادهای مسئول در زمینه مقابله با این آتش سوزی واکنش نشان دادند. زوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا، از کشته شدگان آبان 98 روز دوشنبه 16 مرداد با بیان اینکه هشتگ کردستان در آتش در 48 ساعت گذشته 125 هزار بار در توییتر تکرار شده، نوشت که بیش از 64% از کسانی که با این هشتگ همراهی کردند در داخل ایران هستند. در این زمینه بسیاری از کاربران با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه از کمبود امکانات نوشتند. دور جدید آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع اطراف مریوان روز شنبه 14 مرداد برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. گزارش‌های محلی از گستردگی دامنه این آتش سوزی حکایت دارد. در شرایطی که مدیر کل منابع طبیعی کردستان گفته بود که حدود 70% این آتش سوزی سطحی است، برخی رسانه‌ها در ایران از جمله رکنا ضمن تکذیب این اظهارات و با استناد به مشاهدات میدانی گزارش دادند که وسعت و عمق آتش سوزی بسیار گسترده است. وزارت امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه 17 مرداد از یک اقدام دیگر این کشور
برای جلوگیری از دسترسی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تجهیزات نظامی خارجی در جنگ اوکراین خبر داد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه بریتانیا، 22 شخص و 3 شرکت خارجی دیگر در کشورهایی از جمله ایران، ترکیه، امارات متحده عربی، بلاروس، اسلواکی و سوئیس در فهرست تحریم‌های لندن قرار گرفتند. بر اساس اعلام این وزارت خارجه، شرکت پرور پارس و 7 تن از مدیران این شرکت به دلیل نقش در تحقیق، توسعه و تولید پهپاد برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفتند. شرکت پرور پارس اما پیشتر از توی آمریکا هم تحریم شده است. بریتانیا از زمان آغاز تهاجم روسیه علیه اوکراین تا کنون بیش از 1600 فرد و نهاد را تحریم کرده است. از سوی دیگر اما وزارت امور خارجه کانادا هم در همسویی با اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا 13مین بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. بر اساس این تحریم‌ها 7 شخص به دلیل فعالیت‌هایشان که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. در میان این افراد یک فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هم که در تأمین تجهیزات برای نیروهای انتظامی دخیل هستند وجود دارند. وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که تحریم‌ها همچنین افرادی را هدف قرار می‌دهند که در شرکت‌های دولتی تولید پهپادهای جنگی مرگبار یا صادرات آنها به روسیه دارای مسئولیت‌های ارشد هستند. در پی گفتگوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر او به ژاپن در این زمینه که اوکراین هنوز مدرکی از استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران به تهران ارائه نکرده، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که آمریکا قطعاً مدارکی در این زمینه ارائه کرده است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه در نشست خبری با خنده‌ای در پاسخ به ادعای بیان شده از سوی حسین امیر عبداللهیان پرسید که آیا جمهوری اسلامی شواهدی فراتر از پهپاد ساقط شده ای که قطعات ساخت ایران را دارد می‌خواهد؟ بانک آژانس دفاع ملی آمریکا هفته گذشته نمایشگاهی را در خصوص پهپادهای ایرانی به کار رفته در جنگ روسیه علیه اوکراین برپا کرد. وزیر خارجه ایران بار دیگر در جریان سفر به ژاپن تجهیز روسیه به پهپادهای ساخت صنایع نظامی سپاه پاسداران را تکذیب کرد. با وجود فروکش کردن نسبی تنش لفظی میان جمهوری اسلامی و حکومت طالبان، بلومبرگ از آمادگی نیروهای طالبان برای جنگ با ایران خبر داد و نوشت طالبان علاوه بر بمب‌گذار انتحاری، تجهیزات نظامی دیگری شامل صدها خودروی نظامی و سلاح‌های بجامانده از آمریکا را به مرز ایران منتقل کرده است. این رسانه آمریکایی روز دوشنبه در گزارشی به نقل از منابع خود به بالا گرفتن اختلاف میان مقامات جمهوری اسلامی و طالبان بستر موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمند پرداخت. بر اساس این گزارش با وجود تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و کابل، طالبان در پی تهدید ابراهیم رئیسی برای جنگ با ایران آماده شده است. بلومبرگ نوشت که پیامدهای تنش نظامی احتمالی میان طالبان و جمهوری اسلامی به ثبات در منطقه آسیب می‌رساند. ایران گرامی، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان‌های فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری
و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. پلیس استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 19 عضو یک شبکه فعال در زمینه سوء استفاده جنسی از کودکان را با کمک سازمان اطلاعات داخلی و امنیتی ایالات متحده آمریکا دستگیر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماموران پلیس استرالیا ضمن متلاشی کردن این شبکه تبهکار و برخوردار از تشکیلاتی پیچیده، 13 کودک را از چنگال اعضای آن نجات دادند. هلن شنایدر، فرمانده پلیس فدرال استرالیا، به خبرنگاران گفت که اعضای این شبکه که اغلب آنها از مهارت و دانش بالا در زمینه فناوری اطلاعات بهره‌مند هستند، محتوای رمزگذاری شده‌ای شامل ویدیو و تصاویر مستهجن تجاوز جنسی به کودکان را در دارک وب، نسخه موازی اینترنت که در آن ناشناس بودن کاربران تضمین می شود، به اشتراک گذاشتند. به گفته فرمانده پلیس فدرال استرالیا، وسعت و کارایی ابزاری که برای جلوگیری از شناسایی و ردیابی فعالیت‌ها استفاده شده نشان می دهد که این شبکه چقدر مخوف و پیچیده بوده است. پاپ فرانسیس روز سه‌شنبه ضمن اشاره به پیشامدهای مخرب و تأثیرات دوسویه هوش مصنوعی، خواستار بازتاب جهانی در مورد خطرات بالقوه این فناوری جدید شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس 86 ساله که در گذشته گفته بود طرز کار با کامپیوتر را نمی‌داند، در پیامی به مناسبت روز جهانی صلح کلیسای کاتولیک که مصادف با روز اول سال نو می شود، این هشدار را داد. در این پیام پاپ می گوید که باید هوشیار بود و تلاش کرد تا منطق خشونت و تبعیض در تولید و استفاده از چنین دستگاه‌هایی به ضرر شکننده ترین و محروم ترین مردم جهان ریشه نگیرد. در سال 2015 میلادی پاپ فرانسیس اذعان کرده بود که کار کردن با فناوری برای او یک مصیبت است، اما او اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌های نوشتاری را هم هدیه خدا نامید، اما به شرطی که از آنها عاقلانه استفاده شود. بینندگان هرجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.